این نومین دهی، بانام و یاد خدا. دوستان عزیز، درود بر شما. امروز آیات ششم تا چهاردهم از باب اول انجیل یوحنا رو با هم قرائت و شرح میکنیم. Εγένετο ανθρώπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονόμα αυτο Ιωάννης. Μέρδι بود فرستاده از خدا به نام یحیی. در ترجمه لاتین فویت هومو میسوس ادئو کوی نومن ارات یوآنس. فعل جمله اول اگنتو از ریشه گینومای یک فعل میانی است. در اصل به معنای شدن ریشه کلماتی مثل گنسیس، تکوین، کائن، قدیم، حادث در یونانی همه از این ریشه است. اما گاهی از این فعل به معنای بودن محض هم استفاده میکنن، از جمله اینجا. معنای تحت و لفظی اون میشود شد مردی به نام یحیی یا شد مردی فرستاده از خدا. اما میبینید که مترجم لاتین از فعل اسه در زمان ماضی به صورت فویت استفاده کرده، یعنی بود. مردی بود فرستاده از سوی خدا، اپستالمنوس، دقیقاً مثل فرستاده در زبان فارسی یک پارتیسیپل یا اسم مفعول محسوب میشه. اصل این کلمه رو هم شما اینجا مشاهده میفرمایید، آپستلو، فرستادن، و در زبان لاتین میسوس از فعل میتو یا میتره که اینجا مشاهده میفرمایید، ریشه کلمه میتره، که او را نام از حالت داتیو استفاده کرده که او را نام یحیی بود. پوتوس الفن ایس مارتوریان، او به شهادت آمد. مارتوریا به معنای شهادت و در ترجمه لاتین هیک ونیت این تستیمونیوم، کلمه تستیمونیوم معادل مارتوریا. مارتوریا ریشه مارتیر در زبانهای اروپایی به معنای شهید، درست مثل معادل فارسی و عربی اون کلمه شاهد و شهید، در اصل به معنای گواه بوده، کسی که بر حقیقتی یا بر چیزی گواهی میداد. اینکه چگونه این اسم بعدها به معنای کشته راه خدا استعمال شد داستانی داره و در اصل از زبان یونانی و مسیحیت به اسلام، فارسی و عربی رسیده. گویا نخستین مسیحیانی که برای اقامه شهادت بر ضد همکیشان خودشون به دادگاه فراخونده می شدند شهادت نمی دادند و زیر آزار و شکنجه جان می سپردند و از اینجا کلمه شاهد و شهید به معنای کشته راه حق هم معمول شد و از قرار معلوم همین معنا به لفظ شهید در عربی رسیده. پس او برای شهادت به عیسی آمد. ما در این آیات درباره یحیای تعمید دهنده می‌خوانیم، از اقوام و خویشاوندان عیساست که چندی پیش از ظهور و بعثت عیسی مسیح مردم رو به آخرالزمان بشارت میداد، مردم رو دعوت میکرد که آماده شند چون مسیح موعود خواهد آمد و مردم رو در آب رود اردن غسل میداد. بعد از ظهور عیسی روایت ها مختلفه، اما طبق روایت انجیل یوحنا و مسیحیت
شخص یحیی حقانیت عیسی رو پذیرفت درست در لحظه‌ای که عیسی برای غسل به نزد او آمد و چون او رو در آب فرو کرد و از آب برآمد، کبوتری دید که از آسمان بر سر عیسی مسیح نشست و صدایی شنید که تو پسر محبوب منی، صدای روح القدس بود و گویا یحیی همونجا به عیسی ایمان آورده. اما بعد از ظهور عیسی عده‌ای از شاگردان و پیروان یحیی همچنان به یحیی وفادار موندند و مسیح رو نپذیرفتند و یحیی هم سرنوشت تلخی داشت. پادشاه سر از تن او جدا کرد و حتی وقتی که عیسی ظهور کرد پادشاه گفت این یحیی است که دوباره متولد شده، این روح یحیی است که برگشته. قرائت رسمی در مسیحیت چنان که در این آیات می‌بینیم این است که یحیی در واقع پیشگام مسیح بود، پیش قراول او بود، آمد تا به ظهور عنقریب عیسی شهادت بدهد، گواهی بدهد. هوتوس الثن ایس مارتوریان هینا مارتورس پریتو فوتوس، تا به نور شهادت بدهد. نور که پیش از این هم در آیات قبلی در آیه پنجم اون رو دیدیم، در اصل یکی از القاب اصلی عیسی در سرتاسر انجیله. او برای شهادت به نور آمد. اوت تستیمونیوم پرهیبرت دلومینه، تا شهادت بدهد به نور. یک نکته در مورد فعل تستیمونیوم در زبان لاتین این که اغلب این فعل یا این اسم با فعل پرهیبره به معنای عرضه کردن به کار میره، به صورت فعل مستقل استفاده نمیشه. و دوم این که در زبان لاتین در ترجمه انجیل یوحنا همیشه در برابر فوس به معنای نور از کلمه واحد، از معادل واحد لوکس استفاده نمیشه. ملاحظه میفرمایید که سطر بالا ما لوکس رو داشتیم در آیه پنجم و اینجا کلمه لومن که به صورت لومینه صرف شده. دلیل این بر من پوشیده است. از دقت مترجم قدیس هیرونموس چنین کاری بعیده و قطعا او آمدانه این کار رو کرده. پس او به نور شهادت میداد. هینا پانتس پیستیوسوسین دی آوتو، تا همه از طریق او ایمان بیاورند. فعل پیستیو در زبان لاتین از کلمات رایج انجیل به معنای باور کردن، که بیشتر به معنای ایمان آوردن به کار میره، از جمله در اینجا در مقابل کلمه کردره، فعل کردره در زبان لاتین. اوت اومنس کردرنت پر ایلوم، تا همه از طریق او ایمان بیاورند. مبادا تصور بکنیم که او در ترکیب از طریق او به یحیی اشاره داره. ارجاع این ترکیب به عیسی مسیحه، در واقع عیسی واسطه ایمانه. عیسی به زمین می آید، عیسی نوری است که به زمین می آید تا ما به او یا به نام او و گاه به واسطه او به خدای پدر ایمان بیاوریم. اینجا دقیقاً به عیسی اشاره داره، یعنی از طریق عیسی ایمان بیاوریم. و از ترکیب دیا، از حرف اضافه دیا استفاده کرده که آلفای اون افتاده، دی آوتو. مترجم لاتین هم دقیقاً از حرف اضافه پر استفاده کرده. قبلا ما در مورد اهمیت حرف تعریف، حرف اضافه دیا صحبت کردیم در آیه سوم، اونجا که میگفت همه چیز
از طریق او دیاو تو اگن تو پدید آمد. نمیگوید که خدا همه چیز را آفرید و نمیگوید همه چیز توسط عیسی آفریده شد، بلکه بین این دو از طریق عیسی، یعنی عیسی عامل فعل الهی است، در فعل الهی مشارکت داره. اینجا هم به همین ترتیب، اینجا هم در واقع عیسی واسطه است تا مردم ایمان بیاورند. و مترجم لاتین هم در این موارد اغلب از حرف اضافه پر استفاده میکنه. میبینید بالا هم گفته بود امنیا پر ایپسوم. خیلی خوب. اوک ان اکینوس تو فوس. او نور نبود. یحیی نور نبود. یعنی او صرفاً به نور بشارت میداد. نون ارت ایله لوکس. باز برگشت به کلمه لوکس. اللهینا مارتورس پریتو فوتوس. بلکه تا شهادت دهد به نور، یعنی بلکه آمد تا به نور شهادت دهد. سب اوت تستیمونیوم پرهیبرت ده لومینه. آیه نو. من البته متن فارسی این آیات رو هم آماده کردم که با هم ببینیم بعد از این. یک نکته رو فقط عرض بکنم، از میان ترجمه های فارسی که تعدادشون هم کم نیست، بهترین ترجمه تا جایی که من مقابله کردم ترجمه معروف به ترجمه قدیمه که در انگلستان ترجمه و منتشر شده و دلایل بسیار هست که این ترجمه تنها ترجمه از اصل یونانی است، حتی نه از متن لاتین، از اصل یونانی، و این موارد رو خواهیم دید. ترجمه های بعدی همه ترجمه های غیر مستقیم هستند و اشکالات عدیده در اونها دیده میشه که ما این اشکالات رو با هم مرور خواهیم کرد. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود. خب این رو باید الان با هم بخونیم. ترجمه هزاره نو متاسفانه یکی از ضعیف‌ترین ترجمه ها میگوید مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود. دیدیم کلمه آمد در متن نبود، اگر که اشتباه نکنم اگنتو بود. اگنتو بود ترجمه قدیم. ترجمه قدیم اگنتو رو ترجمه نکرده، فرستاده رو به صورت فعل آورده. دقیق نیست اما غلط نیست. ترجمه هزاره نو غلطه، یعنی فعل آمدن رو به متن افزوده. مردی آمد از جانب خدا فرستاده شده بود، نامش یحیی بود. او برای شهادت دادن آمد، شهادت بر آن نور، تا همه به واسطه او ایمان آورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. ادامه میدیم متن یونانی و لاتین رو. ان تو فوس تو الفینون. نور حقیقی یک ترکیب وصفی است. ارات لوکس ورا نور حقیقی. هو فوتیتسی پانتا انثروپون، که هر انسانی را منور میکرد یا نورانی میکرد. نوری حقیقی عیسی مسیح که هر انسانی را منور میکرد. ایلومینات اومنم هومینم، که هر انسانی را منور میکرد. ارخومنون ایستون کسمون،
به جهان آینده. ونینس این موندوس، به جهان آینده. تقریبا همه ترجمه ها این پارتیسیپل یا صفت فاعلی ارخومنون رو اینجا به نور نسبت دادن، یعنی نور به جهان می آمد، به نوری که هر انسانی را منور می کرد. اما در تاریخ فلسفه نزد آباء مسیحی کسانی رو می بینیم از جمله یوستینوس شهید که در کنار آیه قبلی، آیات دوم و سوم، اونجا که می گفت در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود، این ارخومنون رو به آنتروپون نسبت دادند و به این صورت ترجمه کردند که اون نور حقیقی بود که منور می کرد هر انسانی را که به جهان می آید. و از این نتیجه می گرفتند که هر انسانی که از حیات یا از عقل برخورداره از نور مسیح دریافت کرده. پس هر کس که حقیقت معقولی را گفته است، چه پیش از مسیح چه پس از او، به یک معنا مسیحی است و مسیح رو درک کرده. و این جوازی بود برای استفاده از فلسفه های یونانی و فلسفه های غیر مسیحی. به هر صورت در ترجمه هایی که من دیدم همه ارخومنون یعنی آینده رو به نور نسبت دادن. ان تو کوسمو ان، در جهان بود. این موندو ارات، در جهان بود. درباره کلمه کوسموس یا موندوس در زبان لاتین این توضیح کوتاه رو عرض کنم که کوسموس در زبان یونانی در اصل به معنای نظم. مهمه که یونانیان مهمترین خصیصه عالم رو نظم می‌دیدند و عالم یعنی منظومه. در زبان لاتین هم موندوس اگر صفت باشه به معنای پاکیزه است و احتمالاً این هم حاکی از نگاه نیاکان رومی و لاتین به ماهیت جهان، جهان پاک و مطهره. پس به جهان آمد عیسی. کای هو کوسموس دیاوتو اگنتو، تکرار آیه آیات اول انجیل، و جهان از طریق او پدید آمده بود. فقط یک تفاوتی داره که اینجا میگوید کوسموس از طریق عیسی پدید آمد، بالا گفته بود پانتا دیاوتو، همه چیز از طریق او پدید آمد. یک تفاوتی در فلسفه های مسیحی هست میان توپان و هوکوزموس. کوسموس یعنی جهان ما، مثلا جهانی که با چشم بشر دیده میشه، مرکز در عالم و افلاک و فلک الافلاک در منتها الیه عالم. این جهان بود و اختلاف در اینکه آیا تنها یک جهان هست یا جهانهای دیگری که ما نمیبینیم. مثلا افلاطون و ارسطو فقط و فقط این جهان رو باور داشتن. در مقابل اونها فیلسوفان طبیعتگرا، مثلا اتمیست ها یا دیگران، قائل به پان بودند. پان یعنی همه، و جهان ما، کوزموس ما رو یک کوزموس در کل پان می دیدند. چنان که مثلا امروز ما از کهکشان های بیشمار در کل کیهان صحبت میکنیم، چنین نسبتی. به هر صورت اینجا صحبت از جهانه، صحبت از عالمه. میگوید که این موندو ارات ات موندوس پر ایپسوم فاکتوس اس. کای هو کوزموس آتون اوک اگنو، و جهان او را نشناخت. این هم از مضامین اصلی انجیل یوحناست، اینکه مسیح به جهان و به نزد ما آمد و ما او را نشناختیم. اتموندوس اوم نون کوگنووید. درباره این مضمون بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. فقط یک نکته رو عرض بکنم که منطق چندان آشنایی نداره.
این شناخت عیسی مسیح، یعنی اینکه چه کسانی عیسی را میشناسند و چه کسانی به چه علت او را نمیشناسند، موضوعی است. فقط یک نکته رو میخوام به یاد بیارم و اون اینکه فعل شناختن در تورات، در کتاب مقدس، به گفته محققین در اصل معنای جنسی داشته. شناختن یعنی نزدیکی کردن. و ای بسا وقتی که یهوه به بنی اسرائیل میگوید که در واقع من شما را میشناسم یا شما مرا نمیشناسید، از رابطه زناشویی یهوه و بنی اسرائیل سخن رفته. اونجایی که میگوید از دود و بوی بخور قربانهای شما بیزارم، من از شما شناخت میخواهم. و با توجه به غیرت یهوه، تعصبی که به بنی اسرائیل میورزه و بارها خودش رو شوی بنی اسرائیل نامیده، این معنا کمی محتمل تر میشه. این رو هم فقط به یاد داشته باشیم. من هیچ نسبتی بین گینوسکو، شناختن در یونانی، و اون معنای تورات ندیدم، ولی با توجه به قریب بودن فعل شناختن در زبان در متن انجیل یوحنا، این هم توضیحی است که محض اطلاع شما عرض کردم. ایستا ایدیا الفن کای هوی ایدیوی آوتون او پارلابون. میگوید به ایدیا آمد. درباره ایدیا توضیح خواهم داد. و ایدیوی او را فرا نگرفت. پارلابون باز از ریشه پارالامبانو که بالاتر هم خواندیم، تاریکی هرگز نور را فرا نمیگیرد. اونجا البته کاتالامبانو بود، اینجا پارالامبانو، فرق نمیکنه. باز هم به معنای درک کردن و هم به معنای فرا گرفتن. در ترجمه لاتین آمده است این پروپریا ونیت، به پروپریا آمد. ات سوی اوم نون رکپروند، و پروپریا او را فرا نگرفت. کلمه ایدیا یک صفت جانشین اسمه. اصل اون ایدیوسه، من اینجا به شما نشون بدم، و ایدیوس یعنی چیزی متعلق به خود. در فارسی شاید معادل بهترین معادلش خاص باشه، یعنی چیزی که به کسی اختصاص دارد. میبینید ایدیوس، ایدیا، ایدیون، یعنی وانز آون. و موصوفش اینجا افتاده تا ایدیا، یعنی مثلا چیزهای اختصاصی من، چیزهایی که اختصاصا از آن منه. و منظور از ایدیا که اینجا جمع خونساز، جهان و جهانیانه، همه اینها رو خونسا و جمع متعلق به عیسی گرفته، چون بالاتر دو بار تا اینجا گفته که عیسی جهان را آفرید یا جهان به دست او آفریده شد، پس جهان از آن اوست. تو گویی او به خانه خود آمده و اهل خانه او رو نشناختن. چنان که عیسی جایی هم میگه پیامبران در خانه خود کمتر از هر جا حرمت دارند. در یونان، در لاتین هم به دقت از صفت پروپریوس، صورت جمع خونسای اون استفاده کرده، پروپریا. و البته دومین بار از ضمیر ملکی سوی، یعنی هیز. ترجمه فارسی در اینجا چندان بد نیست. یکی رو با هم ببینیم. ترجمه قدیم به دقت از کلمه خاصان استفاده کرده. این اگر ترجمه مستقیم نیست پس چیست؟ مسلماً این ترجمه مستقیم از متن یونانی، اگر نه این معادل به ذهن مترجم نمی رسید. می گوید به نزد، یا بذارید از دو آیه قبل بخونم و ببینیم که آینده رو هم دقیقاً به معنای به عیسی نسبت داده.
آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌کرد و در جهان آمدنی بود. من در جهان آمدنی رو خیلی نمی‌پسندم و حتی نمی‌فهمم. بهتر بود که می‌گفت آینده به جهان یا به جهان می‌آمد. نکته مهم این که در جهان آمدنی صفتی است برای نور. در آیه بعدی، او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد. فعل آفریدن مناسب نیست، توضیح دادیم که در زبان یونانی اساساً چنین فعلی نداریم. در لاتین هم که کراتیو رو داریم، مترجم لاتین هیچ کجا از کراتیو استفاده نکرده، از فعل فوئی استفاده کرده به معنای شدن و پدید آمدن. و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. فعل پارالامبانو رو اینجا پذیرفتن گفته. خیلی خوب نیست، خیلی دقیق نیست، ولی قابل قبوله. اما بشنویم از هزاره نو. میگوید آن نور حقیقی که بر هر انسانی روشنایی می افکند به راستی به جهان می آمد. به راستی نداشتیم ولی اشکالی نداریم. در آیه بعدی میگوید او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد. فعل پدید آمدن بهتر از آفریدنه. اما جهان او را نشناخت. البته یک نکته‌ای، به جهان آمد یا در جهان بود، ان کوسمو در جهان بود، در جهان بود بله، و جهان به واسطه، اما جهان او را نشناخت. ایدیای اول رو گفته ملک، بد نیست، از ریشه تملک. به ملک خیش آمد، اما دومی رو گفته قوم، ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اصلا قابل قبول نیست. یعنی ما ایدیای رو هر طور که ترجمه کنیم قوم نمیشه. قوم در کتاب مقدس معادل های دقیق و مهم می داره. اما یک نکته در این ترجمه هست و اون این که ایدیای اول چنان که گفتیم جمع خونسا و دومین بار هوی ایدیوی جمع مذکره. شاید به معنای، یعنی قطعا به معنای یک موصوف انسانی و مذکر استفاده شده که حالا شامل مؤنث هم شاید بشه. یعنی او به جهان آمد، به جهانی که از آن او بود آمد و ایدیوی یعنی افراد او رو نپذیرفتند. ولی هرچی باشه ما حق نداریم اون رو قوم ترجمه کنیم. ادامه بدیم. هوسوید الابون آوتون، به همه آنان که او را پذیرفتند یا گرفتند، باز از فعل لامبانو، ادوکن آوتویس اکسوسیان، به همه آنان حق داد یا حق داده است، تکناثه او گنستای، فرزندان خدا شوند. یعنی کسانی که عیسی مسیح رو درک کردند، او رو پذیرفتند، این نور به جهان آینده رو پذیرفتند، از حق فرزند خواندگی خداوند برخوردار شدند. و البته در کلمه حسوی بر شمار تأکید شده، یعنی به همان تعداد که او را پذیرفتند. در ترجمه لاتین هم دقیقاً کوت کوت به همین معناست. کوت کوت آتم اکپرونت اوم، به همان شمار از کسانی که او را پذیرفتند، دیدیت ایس پوتستاتم، قدرت داد، فیلیوس دئی فیری، پسران خدا شدند. یک نکته درباره کلمه
اکسوسیان از ریشه اکسیمی. این کلمه در اصل خیلی اوقات به معنای اجازه دادن و رواش مردن به کار میره. صورت اسمی اون اکسوسیا هم به این معنا هست، اما اون رو در ترجمه های انگلیسی معمولا قدرت، authority و امثال هم ترجمه کردن، و مترجمان فارسی که از کلمه authority مرجعیت رو ساختن از معنای اصلی کاملا دور شدن. بهترین ترجمه برای این کلمه اگر اجازه نگیم، که ظاهرا هیچ کس نگفته، یعنی در ترجمه های اروپایی هم ما چیزی معادل اجازه نمیبینیم و باید بپذیریم، بهترین ترجمه برای این کلمه حقه، یعنی او به کسانی که او را پذیرفتند حق داد تا فرزندان خدا شوند. اما باز میبینیم که مترجم لاتین از کلمه پوتستاتم به معنای قدرت استفاده کرده و باز باید بپذیریم در مقابل این بزرگان. ترجمه فارسی رو با هم ببینیم، فارسی قدیم میگوید و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. به قدرت ترجمه کرده اون رو. و ترجمه هزاره نو گفته اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد. حق خیلی بهتره که فرزندان خدا شوند. یک نکته تفاوت ظاهری بین اصل یونانی و ترجمه لاتین کلمه تکناس. تکنا در زبان یونانی مطلق کودک و از قضا خونساست، یعنی نه دختر نه پسر، چنان که مثلا کلمه کیند در زبان آلمانی خونساست. در زبان لاتین این رو به فیلیوس یعنی پسران ترجمه کرده. نمیدونم که آیا معادل دیگری داشت یا به ناچار این رو انتخاب کرده. به هر صورت اینجا میگه که پسران خدا شوند. و این اشاره به تولد روحانی در مسیحیت. ما در مسیحیت با ایمان دوباره متولد میشیم و این تولد، تولد جاودانی، عمر جاودانی است که در ادامه توضیح میدهد. تویس پیستیوس این ایستو اونوما آوتو. به چه کسانی چنین حقی عطا شد؟ کسانی که به نام او، یعنی به نام عیسی ایمان آوردن. نام عیسی در کتاب مقدس بسیار مهمه، یعنی ایمان به عیسی، ایمان به نام عیسی جا به جا به کار میره. کوی کردونت این نومین ایوس. و آخرین آیه، آیه 13، هوی اوک اکس هایماتون اود اک تلماتوس سارکوس. اود اک تلماتوس اندروس ال اک ثئو اگنثسان. آنان که این حق به کسانی اعطا شد که تولد دوباره یافتند، اما چه تولدی؟ آنان که نه از هایماتون، هایما یعنی خون، کسانی که نه از خونها، اود اک ثلماتوس و نه از خواهش سارکس گوشت، یعنی نه از خون پدر، نه از گوشت و خون پدر و مادر، ببخشید، نه از خون و نه از خواهش گوشت، یعنی شهوت. همه ما فرزندان شهوتیم. شهوت عامل نزدیکی زن و مرده و این تولد جسمانی ماست، تولدی که به مرگ منتهی خواهد شد. اما ایمان و تولد روحانی تولدی از خون و از خواهش گوشت نیست.
اود اکثلماتوس اندروس و نه از خواهش مرد. ال اکثئو اگن نفسان، بلکه از خدا زاده می شوند یا زاده شده اند. در واقع تولد روحانی تولد مستقیم از خداست، غیر از تولد جسمانی ما. کلمه گوشت یا فارکس اینجا مشاهده می فرمایید. بله، کلمه سارکس در زبان یونانی به معنی گوشته. خب در زبان انگلیسی اون رو فلش ترجمه میکنن، میت نمیگن. ما در فارسی فقط کلمه گوشت رو داریم و از قرار معلوم همه مترجمان از این کلمه اجتناب میکنن. نمیدونم، شاید چندان معنای خوشی نداره یا تمایزی بین گوشت تن عیسی یا گوشت تن انسان با گوشت خوراکی نیست. اما مثلا در زبان آلمانی هم که کلمه فلایش دقیقا همون گوشتی است که ما میخوریم، برای سارکس استفاده شده. به هر صورت این یک انتخاب مشکوکی است که چرا هیچیک از مترجمان از کلمه گوشت استفاده نمی کنن. من هم نمیپسندم، ولی دلیل موجهی نیست. کوی نون اکس سانگوینی بوس نک اکس ولونتات کارنیس نک و اکس ولونتات ویری سد اکس دئو ناتی سونت. آنان که نه از خون جمع، نه از خونها، نه از خواهش یا خواست گوشت، نه از خواهش مرد، بلکه از خدا زاده شده اند. و من گفتم آیه آخر، فکر میکنم که آیه آخر 14 بله این رو هم باید بخونیم. کای هو لوگو سارکس اگنتو، یا یک لحظه ترجمه فارسی رو با هم ببینیم. ترجمه فارسی میگوید که نه از خون و نه از خواهش جسد. مترجم قدیم گاهی کلمه جسد رو به جای سارکس گوشت به کار میبره، قطعا آگاهانه است، ولی دلیل موجهی من نمیشناسم. و نه از خواهش مردم. گویا اینجا مردم رو به معنای اصل اون، یعنی انسان یا مرد، به کار برده. و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتن. اما ترجمه هزاره نو اینجا اشتباه بدی داره، اشتباه فاحشی داره. میگوید آنان که نه با زادنی بشری خواهش گوشت، خون رو گفته زادنی بشری، اصلا قابل قبول نیست. نه از خواهش تن، گوشت رو گفته تن. و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند. و آیه 14 کای هو لوگو سارکس اگنتو، و کلمه گوشت شد. کای اسکنوسن ان همین، و نزد ما سکونت گزید. این فعل اسکنوسن در اصل به معنای خیمه زدن و اردو زدنه، و شاید، فقط شاید، خیمه یهوه به نام شخینا رو تداعی بکنه که بنی اسرائیل در دوران سرگردانی در صحرای سینا در کنار خیمه های خودشون برای یهوه برپا می کردند. حضور یهوه در میان آنان بود و محل نگهداری تابوت عهد و الواح مقدس. پس کلمه گوشت شد و نزد ما سکونت گزید. کلمه ان یعنی در کتاب مقدس
خیلی مهم و مشکل سازه. نمیگوید نزد ما سکونت گزید، میگوید در ما سکونت گزید. و تا جایی که من میدونم چنین استعمالی در زبان یونانی بیرون از کتاب مقدس مصطلح نیست، یعنی میتونه بگه نزد ما، کنار ما، چنان که در آیات اول هم گفت کلمه پروس فئون نزد خدا بود. اما بارها در کتاب مقدس اونجا که ما انتظار داریم چنین حروف اضافه‌ای رو ببینیم، حرف اضافه ان آمده، یعنی خدا در ما سکونت گزید. و این در الهیات مسیحی حائز اهمیت بسیاره. عیسی نه تنها با ما و کنار ما بوده است، که عیسی در ماست. ما در مراسم عشای ربانی با خوردن نان و شراب مقدس عیسی رو در خود میپذیریم. درباره این نکته بعداً صحبت خواهیم کرد، اما در لاتین هم به همین ترتیب ات وربوم کارو فاکتوم است ات هابیتابیت این نوبیس. فقط به جای اسکنوسن سکونت گزیدن با اون ریشه‌ای که عرض کردیم، از فعل هابیتاره به معنای سکونت گزیدن استفاده کرده. کای اث اسامثا تندوکسان اوتو، و جلال او را دیدیم. ات ویدیموس گلوریام ایوس گلوریا. کلمه دوکسا از ریشه دیکنومی به معنای نمودن. در فلسفه افلاطون پایین ترین مرتبه شناخت یعنی پندار آنچه چیزها می نمایند و لزوماً نیستند. اما در کتاب مقدس کلمه دوکسا معنای مثبتی داره. دوکسا علاوه بر این معنای منفی در فلسفه افلاطون، در زبان یونانی به معنای نمود و جلوه هر چیزی است. دوکسا یعنی مثلا نام، شهرت هر کس، که ممکنه شهرت خوب یا شهرت بد باشه. و در کتاب مقدس این دوکسا تقریبا همه جا اشاره به جلوه الهی، جلال و مجد الهی است، که در لاتین هم به گلوریا ترجمه میکنند. در ما سکونت گزید و جلال او را دیدیم. دوکسان هوس مونوگنوس پارا پاتروس، جلال فرزندی از خدا. فرزند اینجا مونوگنوس، آنچه در زبان انگلیسی به only begotten ترجمه میکنند، و سابقه اون به قبل از مسیحیت به فلسفه های نو افلاطونی برمیگرده. عیسی مسیح تنها فرزند خداست، یعنی خواهر یا برادری ندارد. ترکیبی است از مونو یعنی یک و گنای یعنی زادن. او مونوگنسه یا مونوگنوس. میگوید جلالی هوس مونوگنوس. حرف اضافه هوس در زبان یونانی تقریبا دقیقا معادل از در زبان انگلیسی است، یا مثلا ما در فارسی اون رو به عنوانه ترجمه میکنیم. در زبان لاتین هم کواسی رو معمولا در ترجمه اون به کار میبره. ببینم اینجا کواسی رو اگر ترجمه کرده باشه، نه متاسفانه ترجمه نکرده این رو، یعنی جلال بگیم مثلا تکزاد، فرزند یگانه خدا. در لاتین میگوید گلوریام کواسی اونیگنیتی اپاتره. اما در ترجمه های فارسی معادل های نادرستی انتخاب کردند. میگوید که و کلمه جسم گردید. باز گوشت رو گفته جسم. خب یک اشتباه بزرگتر این مترجمان فارسی این است که وحدت کلمه، وحدت اصطلاح ندارند. همین سطر بالا سارک رو گفته جسد و حالا میگه جسم. تازه این بهترین مترجم ما. اساساً اعتنایی به وحدت اصطلاح نداره.
کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، نگفته در ما ساکن شد. پر از فیض و راستی ادامه آیه است: و جلال او را دیدیم. چه جلالی؟ جلالی شایسته پسر یگانه پدر. حس رو به شایسته ترجمه کرده. من چنین معنایی برای این کلمه نمیشناسم. مترجم هزاره نو گفته، در صفحه بعد باید ببینیم، بله، گفته و کلام یعنی کلمه انسان خاکی شد. گوشت رو گفته انسان خاکی، اشتباه اندر اشتباه. و در میان ما مسکن گزید، باز گفته در میان ما. و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد. حس رو در خور ترجمه کرده. به عقیده من هر دو نادرسته. و آخرین قطعه، پلرس خریستو، پلرس خریتوس کای الیثیاس، یعنی آکنده. پلرس خریتوس لطف کای الیثیاس و حقیقت، یعنی به نزد ما آمد پر از لطف و حقیقت. پلنوم گراتیای ات وریتاس، پر از گراتیا، ترجمه خاریس در یونانی است. خاریس در زبان یونانی در اصل یعنی احسان کردن، محبت کردن به کسی، مهربانی کردن. در مسیحیت این به یکی از مهمترین مفاهیم الهیات مسیحی تبدیل می شود، و اون این که انسان گناهکار مستحق بخشایش الهی نبود. ما با جهد و کوشش، با تقوا و پرهیزگاری، با علم و دانش از دام گناه نجات نمیافتیم اگر خداوند بر ما رحمت نمیآورد. رحمت، لطف، که در کتاب در ترجمه های فارسی تقریبا همه جا اون رو فیض ترجمه کردن، من اصلا موافق نیستم، بعدها در مورد این صحبت خواهیم کرد. پس عیسی لطف و حقیقت الهی رو به نزد ما آورد. این دو آیه رو هم در متن، این دو جمله رو هم در ترکیب در ترجمه های فارسی ببینیم. بله، گفته پر از فیض و راستی. کلمه خاریس رو گفته فیض، و هزاره نو پر از فیض و راستی. بسیار خوب، خیلی از توجه شما دوستان متشکرم. تا جلسه آینده، خدا یار و نگهدارتون.